سلام عزیزان، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. امشب هم من در خدمت شما هستم با یک زمانی برای دعا و پرستش، ولی این تایم یکم متفاوت تر کنار شما هستم، چرا که همونطور که میبینین من بیرونم و سر راه. وقتی که داشتم با عجله از جایی که بودم، حالا بیرون یک برنامه‌ای بود و من شرکت کرده بودم و حواسم به ساعت بود که دیر نشه که بتونم رأس ساعتی که با هم دیگه سه‌شنبه‌ها وعده داریم که خداوند رو پرستش کنیم و دعا کنیم، برسم و پیش شماها باشم. وقتی که با عجله داشتم میومدم، به این فکر کردم که خب من جایی که پیاده میشم، از مترو پیاده میشم و تا به خونه برسم، کنار مترو یک کلیسای ارتدوکسی هست، همونطور که میبینین پشت سر من جایی که نشستم. گفتم خب چرا امشب توی پله های این کلیسای زیبا نشینم و در کنار شما نباشم و یکم لایو متفاوت تر میشه، چرا که نه، و توی این فضای آزاد، هوای یه کوچولو سرد و دلچسب، کنار هم دیگه میتونیم با هم دعا کنیم و خداوند رو پرستش کنیم. ای شبان اعظم گله خداوند عیسا، داماد تو جلال سمایی بهر کلیسا. خب میتونیم یکم صبر کنیم تا اینستاگرام به بقیه عزیزان هم اطلاع بده که لایو شروع شد و بعد با هم دیگه دعا کنیم. اگر که شما عزیزان درخواست دعایی دارین، میتونین اینجا برای من کامنت کنین، من دعا میکنم حتما. و یا اگر که بعدم به صورت شخصی دوست داشتین که اون رو توی دایرکت برای ما بفرستین یا با شماره تلفن هایی که دارین برای خادمین کلیسای محبت مسیح هستش، میتونین با ما در ارتباط باشین برای دعا کردن، خیلی هم خوشحال میشیم. خب یه کوچولو صبر میکنیم تا دیگه عزیزان هم بیان و بعد با هم شروع میکنیم. توی فاصله من یه چیزی رو میخواستم براتون تعریف کنم. چند وقت پیش، میتونم بگم شاید حدود چند روز گذشته، من توی یک چالشی بودم و فکر میکنم توی لایو قبلی هم شما عزیزان رو تشویق کردم و تشویقتون کردم برای دعا کردم و یه مقداری رو در مورد اون چالش صحبت کردم، ولی امروز اومدم که نتیجه اون چالش و اینکه خب حالا چه اتفاقی افتاد رو هم براتون بگم. من توی یک چالشی بودم که حمله و فشار رو احساس می‌کردم و میتونم بگم چیزهایی که از خداوند نبود من رو تشویق می‌کرد که برخوردی داشته باشم که جدا از اون در صلح هستش، و خب به خاطر اون شرایطی که داخلش بودم فکر میکردم که شاید راه درست اینه که من بخوام مثلا با یک برخورد جدیتر دنبال این باشم که اون مسئله رو حل کنم. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدین. به هر حال وقتی که من خیلی توی اون چالش بودم و خب خیلی از عزیزان ایماندار اطرافم بودن و برام دعا میکردن یا ازم میپرسن که چی شده و سعی میکردن کمک کنن، اما توی اون شرایط من فقط احساس میکردم که نیاز دارم که از خداوند بشنوم، یا تصمیم گیری توی اون شرایط برام سخت بود که باید چه کاری رو انجام بدم، چون احساس میکردم که هیچ چیزی برای حل شدن اون موضوع یا مشکل دیگه توی دست من نیست. و حقیقتا ما آدم ها خیلی وقت دوست داریم که مسائل و مشکلات و چالش ها و هر چیزی که توی زندگیمون هست خودمون حلش کنیم. خیلی وقتا یادمون میره که دستای ما کوچیکه، کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم محدوده، و من دقیقا توی یه همچین شرایطی گیر کرده بودم. شب وقتی که خوابیدم احساس کردم که انگار روح خداوند دوباره مسهم کنه، دوباره لمسم کنه، و احساس کردم که انگار یک آب خنکی روی اون آتیش یا اون آشوبی که توی دل من برپا شده بود ریخته شد، و یه جورایی احساس کردم که در درون من خداوند منو تشویق میکنه به اینکه این قضیه رو فردا از در صلح پیش ببرم. یعنی نمیدونم چطور براتون توضیح بدم که چطور توی همون چند لحظه، خیلی خوش آمدین، توی همون چند لحظه، توی همون چند ثانیه کوتاه، چطور خداوند تونست اون حال من رو که برای یکی دو روز دچار آشوب شده بود عوض کنه. برای همین عزیزان خیلی وقتا
اگه توی مشکلی قرار میگیریم که نمیدونیم چطوری حلش کنیم، چیکار باید بکنیم که اون مشکل ما رو واقعا به هم میریزه، زمانیه که دقیقاً همون لحظه زمانیه که ما این مشکل رو از روی شونه‌های کوچیک خودمون بذاریم پایین، از روی کمر خم شده، زانوهای خم شده خودمون بذاریم پایین و اجازه بدیم که خداوند کار انجام بده. نتیجه اون کار وقتی که فردای اون روز من از در صلح وارد شدم و اجازه دادم چیزی که خداوند از من خواست انجام بشه، چند روز آینده من کار خدا رو و نقشه خدا رو و نتیجه کار خدا رو دیدم. برای همین خیلی زیبا بود، برای همین یه جوری انگار خسته نباشید برای تمام اون یکی دو روزی بود که من ناراحت بودم، هرس خورده بودم یا توی چالش بودم. به هر حال خواستم تشویقتون کنم قبل از اینکه دعا کنیم با هم دیگه، تشویقتون کنم به این که به خداوند اعتماد کنیم، حتی اگه خیلی خسته ایم، حتی اگه توی اوج ناامیدی هستیم، همون لحظه دقیقاً زمانیه که ما میتونیم اعتماد کنیم و به دست خدا بدیم. خسته شدیم بذاریم زمین، اون بار و اون چالش و اون نگرانی رو بذاریم زمین، بگیم خدایا من نمیدونم، من نمیتونم، تو حلش کن. من دقیقاً همین کار رو انجام دادم. خب بریم با هم دیگه دعا کنیم و این زمان زیبا رو، این فضای زیبا رو به حضور خداوند ببریم. و اکاش شما هم میدیدین جایی که من نشستم رو، یک طرف من پارک هستش، یک طرف من رفت و آمد عزیزان از مترو هستش یا اتوبوس، و پشت سرم هم که کلیسا هست. خب کلیسا الان تعطیله، ولی خوشحالم که توی این زمان با شماها از هر جای دنیا که هستین میتونیم با هم دیگه دعا کنیم و خداوند رو پرستش کنیم. ایمانداران عزیز ارتدوکس رو هم میبینم که میان گاهن به من نگاه میکنن که چرا توی پلهای کلیسا نشستم، با کی دارم صحبت میکنم، چی کار میکنم، و میان زیر لبشون به سمت کلیسا، حالا هر کسی نمیدونم یه طوری دعا میکنه، به سمت کلیسا دعا میکنن و زیر لب چیزی رو میگن و میرن. خیلی زیبا و شیرینه. بریم با هم دیگه دعا کنیم. و اگر که شما موقع دعا کردن هر درخواستی داشتین میتونین بفرستین. خداوند خدای قدوس، پدر آسمانی، از تو ممنون سپاسگزاریم برای نام قدوست، برکت وجودت خداوندم. و خداوند از تو ممنون برای این طبیعت زیبا، این حس و حال خوب خداوند، این کلیسای زیبا که تو پشت سر ما گذاشتی و من امشب تونستم اینجا بشینم با عزیزانی که توی لایف هستن یا عزیزانی که بعداً این لایف رو میبینن، دعا کنیم با هم دیگه و از این فضا، این حس خوب، این حال خوب، این شهادت‌های خوب، این اتفاقای خوبی که از دستان تو برای ما میفته با هم دیگه به اشتراک بذاریم. خداوندم به حضورت میام و دعا میکنم برای هر عزیزی که امشب توی لایف میاد، این لایف رو میبینه خداوندم، هر آنچه که توی قلبشه، توی دلشه خداوندم، تو با خبری، تو میدونی، تو آگاهی، باشه که این شخص هر کدام مشکلی که داره به دستان تو تقدیم و تسلیم کنه پدر. بعضی وقتا ما میچسبیم به اون مشکل و فراموش میکنیم که این مشکل رو میتونیم از خودمون جدا کنیم و به دستان امن تو بسپاریم. پدر جان دعا میکنم هر عزیزی که این ویدیو رو میبینه همون لحظه هر مشکلی که هست دو دستی به تو تقدیمش کنه و خودش رو آزاد و رها کنه و ببینه که چطور دستای بزرگ و بی نهایت و قادر تو اون مشکل رو حل میکنه. دعا میکنم برای عزیزانی که مشکل بیماری دارن، پدر شفای تو باشه. برای خواهری که چند روز پیش ملاقاتش کردم و از ته دل گریه میکرد برای بچهش که قلبش مشکل داره و سوراخ داره، پدر دعا میکنم از دستان تو شفا جاری بشه برای این پسر. خداوندم دست شفا بخش تو مسیح جان این قلب رو لمس کنه و این قلب متعلق به تو بشه پدر. دعا میکنم برای مادری که فرزندش رو از دست داده و سالها نتونسته این درد رو فراموش کنه، پدر تو آرامش این قلب باش. پدر تو یادآوری کن که تو پدری هستی که درد بچت رو میدونی، تو تسکینش باش خداوندم. دعا میکنم برای عزیزانی که به تازگی خداوند قلبشون رو به تو دادن، حقیقتاً چه شهادت زیبایی وقتی که میتونیم ببینیم یا وقتی که میشنویم خداوندم که عزیزان قلبشون رو به تو دادن، عیسی مسیح عزیزم، چه چیزی از این شیرین‌تر و بالاتر. شکر برای این نجات، شکر برای این نفس عمیقی که اینطوری میکشن و میگن انگار راحت شدم، انگار آزاد شدم، انگار سبک شدم. و حقیقتاً روز یک شنبه وقتی که این رو دیدم، یک عزیز قلبش رو به خداوند داد و بعد از اون که دعای نجات رو خون اینطور نفس عمیق و نفس راحتی کشید، وقتی که تبریک گفتیم گفت خواهر راحت شدم، انگار سبک شدم، انگار یک باری از روی دوش من و زندگی من برداشته شد. خدای شکرت برای این زیبایی ها و برای این نجات ها پدر عزیزم. دعا میکنم برای برادر عزیزم
که بارها توی لایف بودن، در کنار ما بودن و درخواست دعا برای آرامش، آسایش و حکمت تو خداوند برای زندگی خودش و خانواده‌اش داشته. پدر جان، ما نمیدونیم ولی تو میدونی، ما نمیبینیم ولی تو میبینی پدر جان، که چه مشکلی هست توی زندگی این برادر، اگه چالشی هست برای مهاجرتش. به نام عیسی مسیح، دستان تو مسیح جان این چالش رو هدایت و رهبری کنه و روح القدس عزیزم تو لمس کن این خانواده رو، قلبشون رو، آرامششون باش پدر جان. تو رو دوست داریم خداوند. دعا میکنم برای خواهرم فروزان، برای مادرش، برای خواهرش با چالشی که توی زندگیش هستش پدر جان، چالش جدیدی که اتفاق افتاده. پدر، هیچ چیزی از این قضیه توی دست ما نیست، توی دست خواهرم فروزان نیست، ولی توی دست تو هست. میخوام که محبت تو رو این خانواده ببینه، معجزه تو رو ببینه و بالای همه اینها خواهرم فروزان امنیت، حمایت و محافظت تو رو توی زندگیش داشته باشه پدر جان. خداوندم دعا میکنم برای عزیزانی که فردا دادگاه دارن خداوندم، این دادگاه به هر دلیل یا تحت هر موضوعی که هستش خداوندم، عدالت تو توی این دادگاه باشه و هر آنچه که از تو نیست بسته و باطل باشه خداوند، زبانها بسته بشه خداوند و در مقابل عدالت تو و عدالت تو انجام بشه پدر. تو حق فرزندانت رو خداوندم داوری کن و به اونها بده پدر جان، چرا که این وعده توه، تو داوری هستی عادل خداوند. وقتی که تو باشی چه کسی میتونه خداوند در مقابل عدالت تو حرفی بزنه که غیر از تو باشه پدر؟ تو رو دوست داریم خداوند، تو رو میپرستیم خداوند. خداوند ما افتخار میکنیم که تو پدری هستی که همه جا در کنار ما هستی، همه جا پشت ما هستی و هر جا که لازم باشه پدر جان جلوی ما میایستی و از ما دفاع میکنی خداوند. افتخار میکنیم که تو اینطور پدر و اینطور خداوندی هستی برای زندگی ما پدر جان. مرسی خداوند، تو رو دوست داریم و خداوند دعا میکنم برای عزیزانی که عمل پیش رو دارن، برای برادرم شهاب خداوند و برادرم سام که به تازگی عمل کردن خداوندم، این عملها دست شفا بخش تو رو مسیح جان نیاز داره، چرا که اگه دست تو نباشه کار بقیه دکترها بیفایده است. ما به دستان تو اعتماد داریم، ما به کار تو روح القدس عزیزم اعتماد داریم و میخوایم کار تو، نقشه تو رو ببینیم. مرسی پدر، تو رو دوست داریم، میپرستیم. به نام عیسی مسیح دعا کردم همه این چیزها رو و پای صلیب عیسی مسیح گذاشتم. آمین آمین. سلام و درود به تک تک شما عزیزان، خوشحالم که اینجا هستین، در کنار همدیگه هستیم. ببخشید من چشمام رو هی بستم هی باز کردم که حواسم باشه اگر شما عزیزان کامنت یا درخواست دعایی گذاشتین. خب مرسی برای حضورتون، برای وجودتون. اگر که موضوع دیگه ای نیست که شما دوست دارین در موردش صحبت کنین، یا اگر درخواست دعای دیگه ای نیست، من میتونم امشب زودتر خداحافظی کنم با شما، اما ما همیشه آماده هستیم. تیم خدمتی کلیسای محبت مسیح، خادمین آماده هستن، چند تا ادمین این پیج رو مدیریت میکنن، نگاه میکنن و آماده هستیم که درخواستای دعای شما رو داشته باشیم، یا شهادتهای زیبای شما رو بشنویم، یا با شما عزیزان از هر جای دنیا که هستین مشارکت داشته باشیم. خداوند به تک تک شما برکت بده، خیلی زیاد شما رو دوست داریم و در دستان امن خداوند باشین. شب و روزتون بخیر باشه، فعلا خدا نگهدار. هست آزادی، هست پیروزی در نام تو عیسی، پر جلال است، پر قدرت است، پر جلال تنها نام تو عیسی. چون ترسان شدم جانم خم شد، باز در تو سفر خواهم یافت، آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی.